دوران زندگی علی تا زمانی که پیامبر اسلام زنده بود، در واقع پشت پرده تفکر پیامبر و رفتار و تعییدات پیامبر میشه علی رو بررسی. اما بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر ما میتوانیم علی واقعی رو بشناسیم، یعنی علی که بدون اینکه قیمی داشته باشه، بدون اینکه کسی برای او امر و نهی بکنه، بدون اینکه کسی بخواد خط مشی او رو تبیین بکنه، دیگر میشود خود آن شخصی که میتوانیم او رو بشناسیم، مثل پسر جوانی که یک در واقع دار و تجاره رو اداره میکنه که البته پدر بالای سر او هست و موفقیت تجاری پدر رو نمیتوان به پای پسر نوشت، هرچند پسر مدیر اون شرکت هم ممکنه باشه. آن پسر لیاقت و شایستگی خود رو بعدها نشان خواهد داد، یعنی زمانی که پدر فوت کرده و حالا باید دید آن دستگاه عریض و طویل رو این پسر میتواند اداره بکنه با شایستگی یا نه. بنابراین زمانی که ما پیامبر اسلام رو میبینیم که فوت کرده، آرام آرام شخصیت علی مشخص میشه، درایت و سیاست او مشخص میشه، اشتباهات او مشخص میشه و تصمیم گیری های زد و نقیز. بعد از مرگ پیامبر اتفاقاتی افتاد که من در ابتدا عرض کردم. پیامبر نتوانست یک الگوی اخلاقی مناسب نزد مسلمانان بگذاره، همانند یک دیکتاتوری که سعی میکرد به نوعی سعی بکنه یک انسجامی در درون دستگاه خودش حفظ بکنه، اما با رفتن او آن نظام از هم فرو پاشید، چون کسی بزرگ اونها نبود، در درون جامعه اسلامی هم انشقاق ایجاد. انصار سعی کردن در سقیف جمع شن، سعد بن عباده خزرجی به عنوان بزرگ خودشون رو انتخاب بکنن، که خود این مطلب هم نشان میدهد که بحث جانشینی مطرح نبود، یعنی آنچه که مثلا شیعیان میگن عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح با هم دست به یکی کرده بودن برای اینکه علی رو بردارن، اولین کسانی که به دنبال جانشینی بودن انصار بودن نه مهاجرین. بنابراین اگر انصار چنین مطلبی رو میدانستن که علی جانشین هست، نیازی نبود که بر علیه او باشن. نکته دومی که من عرض میکنم این است که اتفاقا انصار به دلیل اینکه پیامبر رو جزء خانواده خود میدانستن، چون مادر عبدالمطلب از قبیله بنی نجار بود در مدینه، بنابراین پیامبر اسلام رو پذیرفتن به عنوان فرزند خودشان پذیرفتن، یعنی کسی که ما دایی های محمد هستیم، و این علقه و علاقه وجود داشت حتی از زمان اسعد بن زراره و دیگران. بنابراین بنی هاشم رو جزء به نوعی نزدیکان خود میدانستن، چون اینها فرزندان عبدالمطلب بودن، پس آنها باید بیشتر به طرف علی میبودن نه به طرف ابوبکر و عمر که یکی از بنی تیم و دیگری از بنی عدیه. چرا؟ چون به هر حال این مناسبات قبیلگی بسیار برجسته بود در آن زمان. بنابراین ما میبینیم ناگهان در این داستان افرادی وارد میشوند که بتوانند چرخه قدرت رو کماکان در درون قریش حفظ کنند، ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح. در اون میان با توجه به اینکه مسئله جانشینی حتی پیشنهاد شد به عمر، پیشنهاد شد به ابو عبیده و در نهایت با توجه به اینکه ابوبکر آخرین پیشنماز پیامبر بود و عمر آنجا استناد کرد که وقتی پیامبر تو رو بر عاقبت ما به نوعی مسلط کرده، ما چگونه تو رو بر دنیای خودمون مسلط نکنیم، بر مسئله خلافت میشه. اما میان علی و ابوبکر مشکلات بزرگی وجود داشت. دلیل این مشکلات رفتی به خلافت هم نداشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میدانیم در داستان اف که در اونجا تهمت زناکاری به عایشه زده شد در برابر آن صفوان بن معطل صحنی که به نوعی از در غزوه جامان و او عایشه را به مدینه آورد و دیگران شروع کردن به سخن پراکنی در مورد عایشه، علی ابن ابی طالب یکی از کسانی بود که بد عایشه رو گفت، یعنی به شکل مستقیم اشاره نکرد که عایشه چنین کرده، گفت برای شما زن کم نیست، یعنی وقتی محمد از او سوال کرد. جالب اینه که حالا جان مالی ببینید طبیعت انسان‌ها خیلی جالب، یکی از زنانی که با عایشه شدیداً رقابت داشت زینب بود بنت جحش، که هر دو از نظر زیبایی بسیار برجسته بودن. وقتی محمد از زینب سوال کرد، زینب گفت نه من از عایشه هیچ بدی ندید، یعنی به نحوی سعی کرد این داستان رو خط به خیر بکنه. اما علی به محمد میگوید که برای شما که زن کم نیست، حالا این رو هم بندازید کنار، یک زن دیگه بگید. خب این به شکل تلویحی نشان میداد که
او عایشه رو گناهکار میدانه. حتی شروع کرد پیش خدمت عایشه رو تحت فشار قرار دادن که اقرار بکن برای اینکه عایشه چه کار کرده. ببینید این رفتارهای کینه شدیدی ایجاد کرده بود میان عایشه و ابوبکر نسبت به علی. در کنار این تکبر علی هم بسیار مهمه. عمر و زید بن ثابت دو روایت مختلف دارند که اشاره میکنند ما هیچ کس رو متکبرتر از علی و اسامه بن زید ندید. یعنی این تکبر علی همیشه برجسته بود، حتی در نامنگاری هایی که میان او و معاویه هم وجود داره اگر دوستان دقت بکنن، بسیاری از الفاظی که علی به کار میبره متکبرانه است. مثلا در جایی، حالا من گهگاه وقتی بیکار میشم این نامه ها رو میخونم، از استدلال های معاویه لذت میبرم. آنچنان علی رو به نحوی در مخمصه قرار میده، او شروع میکنه به دست و پا زدن. یکی از اونها همین داستانه. علی شروع میکنه به معاویه کنایه زدن که بله ما خاندان رسالت هستیم، علم الهی نزد ماست، ما فرزندان انبیا هستیم و این داستان ها. حالا کاری نداریم که اساسا قریش، خود معاویه هم جزء قریشه، یعنی اگر نگاه بندازی همینا پسرعموهای هم هستن، بنابراین خانواده معاویه هم جزء فرزندان انبیاست، فرزندان اسماعیل محسوب میشه، کسی دیگه نیست. معاویه به طنز به او میگوید که نسبتت به رسول الله کم نبود، خود را به انبیا وصل کردی. یعنی در واقع میخواد بهش بگه بابا تو از نظر تکبر تا کجا پیش رفتی که حالا مثلا خودت تا اون اندازه بالا بود. این نگاه های علی اسباب مزاحمت برای ابوبکر و دیگران میشد. دائما هم علی بن ابی طالب سخن از این میگفت که به حال ما میراث محمد باید به ما برسه. خب طبیعتا یک همسری هم داشت به نام فاطمه، که این فاطمه هم یکی دو مسئله در مورد فدک و جاهای دیگر با ابوبکر داشت، هرچند ابوبکر معتقد بود که اینها جزء اموال حکومتی است و این باید به حالا بیت المال برگرده، چون پیامبر گفته از ما میراثی باقی نمیماند. این کدورت وجود داشت تا حدود 6 ماه که فاطمه فوت کرد و بعد علی با ابوبکر هم بیعت کرد، چون دید همه از اطراف او پراکنده شدند. خوب دقت بفرمایید، یعنی دیگر کسی در کنار علی نمانده بود. علی احساس کرد دیگر در یک وضعیت بسیار بدی قرار گرفته. با فوت فاطمه دیگه اون دروایسی هم دیگه نداشت، گذاشت کنار و آمد با ابوبکر بیعت. اما روابط میان آنها تا حدود زیادی خصمانه بود. بعد از اینکه عمر به خلافت رسید، عمر یک انسان سیاستمدار بود، سعی کرد خود رو به بنی هاشم یعنی علی و دیگران نزدیک بکنه. علی رو به عنوان مشاور خودش در نظر میگرفت در امور قضایی، در امور جنگی، و به نحوی سعی میکرد با اونها مدارا بکنه. وقتی دیوان رو ترتیب داد، سهم علی و فرزندان اون یعنی حسن و حسین رو هم بیش از دیگران در نظر گرفت، یعنی همپایی اصحاب بعد که البته اونها بسیار کودک بودن و حتی حسین به دنیا نیامده بود در زمان جنگ بعد، اما سعی کرد محبت علی و به نحوی او جلب. حتی با دختر او یعنی ام کلثوم ازدواج کرد و جالب این است که علی گفت خب مشکلی نیست، اما یک زمینی در ینبوع هست، اون رو به من بده، که عمر هم آن زمین رو به علی داد. بنابراین مراودی میان آنها صمیمانه بود. این که دوستان ایرانی ما میگویند علی در جنایات یا تهاجم به ایران دست نداشت، دوستان عزیز، عمر اجازه نمیداد صحابه در جنگ علیه ایران شرکت کنند. نه طلحه آمد، نه زبیر آمد، نه علی آمد. تنها استثناء سعد بن ابی وقاص است، آن هم به این دلیل که چون ابو عبیده ثقفی در جنگ جسر شکست خورد و کشته شد، عمر احساس کرد جبهه اسلام در حال اضمحلاله. بنابراین گفت چه کنیم؟ گفتن سعد بن ابی وقاص رو بفرستیم، که او رو فرستاد. عمر سوء ظن داشت نسبت به علی به نوعی طلحه و زبیر، و همیشه میگفت اینها کسانی هستند که اگر به جایی برن فتنه و فساد خواهند کرد، یعنی افراد و پیرامون خودشان جمع میکنند. بنابراین علی با رغبت خودش نبود که به جنگ نیامد، عمر اجازه نداد. حتی خود علی به عمر پیشنهاد کرد که شما هم به جنگ نرو، اینجا بمان، اگر سپاه ما شکست خورد حداقل عقبه و لوجستیک ما باورجاست، یعنی پادشاه ما یا خلیفه ما نمرد. بنابراین این رو هم باید دوستان توجه بکنند. اما فرزندان صحابه در جنگ ها بودند، خود علی از غنائم بیش از اندازه سهم می برد و عمر هم حتی تبری آورده که آن فرش بهار کسرا رو که آوردن قطعه قطعه کردن. حالا جالب این هست که جناب ما ببینید میزان درک این مولای متقیان رو، می گوین فرش رو آوردن. خب فرش بسیار زیبا و بزرگ بود،
جایی هم نداشتن، خانه هم نداشتن که این رو مثلا به کسی بدن در اونجا بذارن. گفتن چه کنیم؟ مسلمانان گفتن خلیفه ما این رو به تو میبخشیم، این مال خود. علی برگشت گفت یا عمر چرا علم خود رو تبدیل به جهل میکنی؟ گفت خب چه کنم؟ گفت اینو قطعه قطعه بکن، به هر کسی یه قطعه بده. یعنی مولا انقدر دیایت نداشت که بداند زیبایی فرش یا استفاده فرش به تو امان بودنشه، نه اینکه اینو قطعه قطعه بکنیم هر کسی بگیره مالا یه حرکتی انجام بده بکن. بنابراین ایشان حتی به این مطلب هم اهتمام نداد. خب ایشان از غنایم سهمی بود، از اراضی که فتح میشد سهمی بود، دارای ثروت شد. علی زمانی که به عقد فاطمه اقدام کرد چیزی نداشت. پیامبر به او گفت یا علی چه داری؟ گفت هیچی. گفت یک زرهی دارم مثلا شما به من دادید. گفت خب اون زره رو بردار بیار. یک شتری هم داشت، اون رو هم بفروش اندکی بر. یعنی هیچ چیزی نداشت. خود ابن سعد در کتاب طبقات آورده که روزی علی و فاطمه از سختی معیشت و زندگی گله کردن. علی میگفت دستانم از بس آب کشیدم، چون برای یک یهودی کار میکرد، تاول زده بریم از پدر یک کنیز بگیریم، یک بردهی بگیریم، لااقل اونها کار ما رو انجام بدن، که محمد به اونها نداد. گفت من میخوام اینها رو بفروشم، پولش رو بدم به اصحاب صفه که در کنار مسجد هستن، اینها بخورن، فعلا برای شما نیست. اما این علی بعدها به یکی از بزرگترین ملاکان عرب تبدیل شد، که حالا من در اون زمان خودش عرض خواهم کرد چه عراضی داشت، چه سهم الارضی برای عمر و فرزندان دیگرش. عمر منظور عمر خطاب نیست، عمر ابن علی و دیگران و فرزندان حسن به جا گذاشت، اینها رو ما اشاره خواهیم. بنابراین در زمان عمر روابط نزدیک شد، پیوندهایی برقرار شد، هرچند شیعیان به قدری براشون سخته میگویند ام کلثوم رو به نوعی با زور به عقد عمر در آوردن یا عباس با در میانی کرد، اما همه اینها دروغ هست، چون اساسا عرب چنین نبود که بخواد کسی زن کسی رو با زور یا دختر کسی رو با زور تصاحب بکنه. بلکه علی بعد از داستان ابوبکر دید بهتره با مسلمانان همکاسه بشه، با اونها در یک رده قرار بگیره. عمر هم این سیاست رو پسندید. عمر کسی بود که به عباس عموی محمد بسیار علاقمند بود، حتی زمانی که روزی باران نیامد و خشکسالی، عباس رو به عنوان پیش نماز گذاشت که شاید خداوند به خاطر عموی رسول الله دلش به رحم بیاد و بارانی بیاورد.